Ассаламу алейкум, бинандаҳои азизу арҷуман, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон оғоз мекунад. Имрӯз дар доираи сафари корӣ дар шаҳри ноҳияи вилояти Суғд, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд ба коргоҳи нави дӯззандагии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди насоҷии Хуҷанд ташриф оварда ба фаъолияти он оғоз бахшиданд. 16 сентябр дар доираи сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд ба коргоҳи нави дӯззандагии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди насоҷии Хуҷанд ташриф оварда ба фаъолияти он оғоз бахшиданд. Нахуст пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоиши маҳсулоти истеҳсол намудаи ин коргоҳ, ки аз сару либоси мактабӣ, хилъатҳои тиббӣ, ниқобҳои муҳофизатӣ, матоҳои безараркардашуда ва корҷомаҳо барои амалиёти ҷарроҳӣ иборат аст, боздид намуданд. Дар коргоҳи нави дӯззандагии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди насоҷии Хуҷанд, муосиртарин таҷҳизот ва технология, ки истеҳсоли Ҷумҳурии Мардумии Чин, Федератсияи Россия ва Италия мебошад, васлу насб гардидааст. Бояд тазаккур дод, ки дар заминаи татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ, саноатикунонии босуръати мамлакат ва иқдому ташаббусҳои созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, масъулони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди насоҷии Хуҷанд, коргоҳи нави дӯззандагӣ, ки дар он асосан истеҳсоли либоси мактабӣ ба роҳ монда шудааст, таъсис доданд. Мақсад аз бунёди коргоҳи нави дӯззандагӣ то ҳадди ниҳоӣ коркард намудани ашёи хоми маҳаллӣ, ба шуғли доимӣ фаро гирифтани аҳолӣ ва тақвият бахшидани иқтидори содиротии мамлакат мебошад. امروز ما صنایتچیان کشور بسیار خرسند هستیم که در کارخانه ما جناب عالی محترم پریزیدنت کشور تشریف آوردند. در حقیقت هدف چهارمی استراتژی دولت که صنعت کنونی با سرعت به حساب می رود، کارخانه ما از استحصال رشته، از کارکرد پخته تا استحصال محصولات نهایی که در آن زیاده از هفت استحصالات ها در یک اتحادیه کار میکنند، از استحصالات ریسندگی، بافندگی، رنگوبردهی و استحصال محصولات دوزندگی که محصولاتش استحصالات نهایی را در بر میگیرد، برابر تامینات بازار داخلی و باز به صادرات بازار بیرون هم داخل میشود. این حال استحصالات دوزندگی که ما امروز افتتاح کردیم با استحصال محصولات مکتبی مشغول است و در آن 200 نفر کارگران با کار دائمی تامین شدند. آینده کوشش میکنیم استحصال لباس های مکتبی را زیاد نماییم. با سرور دولت اطلاع دادند که اقتدار استحصالی کارگاه نوی دوزندگی در یک سال 60,000 بسته سر و لباس مکتبی است. محصولات کارگاه نو تاسیس دوزندگی از روی معیارهای بین المللی استحصال گردیده به طلبات بازار داخلی و خارجی جوابگو می باشد. در کارگاه دوزندگی در دو بست 200 نفر به شغل فرا گرفته شدند که 90% آنها زنان و بانوان می باشند. زنان و دختران در همین کارگاه کار و فعالیت میبریم. ما از آن شادیم که جناب عالی و ما همین کارگاهی نو را بنیاد نمودن. در این کارگاهی دوزندگی ما زیاده از 200 نفر زنان و دختران با جای کاری تامین گشتیم. کوشش میکنیم که با صفت بلند محصولات استحصال نموده طلبات بازار را قانع گردانیم. محض با دستگیری غمخورانه جناب عالی در کارگاه دوزندگی نساج خوجند، سیخ دوزندگی لباس های مکتبی برای مکتب بچگان کشورمان کشاده شد. از این اقدام غمخورانه یک چند نفر زنان و دختران با جای های کاری تامین گردیدند. ما کارگران به جناب عالی مینداری خودمان را بیان میکنیم، زیرا که جناب عالی برای ما همین قدر شرایط ها مهیا کردند.
کارهای ساختمانی در این کارگاه اولی سال 2020 آغاز گردیده با جلب 80 نفر ساختمانچی محلی با سطح و صفت بلند به اجرا رسید. مساحت عمومی انشاءات 1400 متر مربع را در بر می‌گیرد. اشیای خام اساساً از خواجگی‌های پختکاری شهر و ناحیه‌های جمهوری به کارخانه دسترس گردیده تا مرحله نهایی کارکرد کرده می‌شود. مسئولان کارخانه نساجی خوجند نقشه دارند که در اساس شرطنامه صادرات محصولات استحصال نموده خود را به فدراسیون روسیه، جمهوری‌های قزاقستان و بلاروس براه مانند. از جناب عالی خیلی هم مندور هستیم که برای ما همین قدر شرایط رو مهیا کردن، این کارخانه رو تشکیل کردن. این کارخانه باز 200 نفر کاری جایی تشکیل کرده شد. همه لباس هایی که مکتبی که ما می دوزیم از متای خودی ما استحصال شده دوخته می شود. ما بسیار حرکت کرده استادیم که متا و همون لباس هایی که ما می براریم با همه استاندارد ها مطابقت کند. در مجموع در جمعیت دارای مسئولیت محدود نساجی خوجند 7 کارگاه از قبیل ریسندگی، بافندگی، رنگ و پردازدهی رشته و متاها و استحصال سر و لباس گوناگون موجود است که در آنها زیاد از 500 نفر با کار دائمی و معاش خوب تامین می باشند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در سن کارگاه از نمایش هنرهای مردمی که با افتخار سالهای رشد دهات، سیاهی و هنرهای مردمی تشکیل کرده شد دیدن کردند. در نمایش هنرمندان چیردست شهرهای خوجند، استرفشان، اسفره و ناحیه باباجان غفوروف محصول دسترنج خود را معرفی نمودند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به هنر و مهارت زنان و بانوان خوش‌سلیقه ولایت سوغ بهای بلند دادند. ملت تاجیک در طول تاریخ با تمدن عالم شمول و فرهنگ گرانبها صاحب مقام است و هنرهای مردمی نیز جزئی ترکیبی ارزش‌های ملی ما به شمار می‌روند که در دوران صاحب استقلالی توجه به احیا و رشد آن بیشتر گردید. من هنرمند طراح مهردوست مکتوبه نیازی ساکن شهر خوجند هستم. زیاد از 20 سال است که با این هنری خیش مشغول می باشم. هنر آموز که از هنرمندی در کشویی کنی نه در بندی. مسئول کار خود را به نمایش گذاشتیم. تاجیکان از قدیم و لایان دارای هنرهای خود را داشته با این هنرها در عرصه جهان شهرت و مقام خود را پیدا کرده بود. و من همچون هنرمند از این بسیار شادم که هر یک هنر قدر خود را دارد. با دخترکان هنرهای مهره دوزی، یورمه دوزی، کشیده دوزی با مهره و بغیر از این باز چخیل که دیده استودید هنرهای زرگری هم برای عروسان جواهرات ها همه این هنرها را برای دختران آموزانده استودم. روبرت کارگاه برای دستگیری های همیشگی و غمخوری های پیوسته پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نسبت به رشد فعالیت صاحبکاری عرض سپاس و مینداری بیان کرده عزم دارند که منبعد نیز جهت پیشرفت اقتصاد ملی و با این واسطه تشکیل جایهای نوی کاری از هر وقت دیده بیشتر تلاش نمایند. امروز اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در خیابان اسماعیل سامانی شهر خوجند بنای بلندآشیانه استقامتی برای کارمندان ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت سغد را مورد بهره برداری قرار دادند. گزارشی همکاران ما. 16 سپتامبر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در خیابان اسماعیل سامانی شهر خوجند بنای بلندآشیانه استقامتی برای کارمندان ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت سغد را مورد بهره برداری قرار دادند. بنای استقامتی از 9 آشیانه و تخخانه عبارت بوده، دارای 32 حجره بر هوا می باشد. انشاءات با طرح معاصر ساخته شده، در آشیانه اولی آن در مساحت 200 متر مربع مرکز سلامتی جایگیر است که از 7 حجره کاری از جمله جراحی، داروگذرانی، بوخانه و تمیزگردانی، اینتنسیوی، طبابت دندان، امراض زنانه،
بیماری های درونی و همشیره تیپ عبارت می باشد. همه حجره ها با دستگاه های معاصر ساحه مجهز کرده شده است. در تخانه بنا باشد. آزمایشگاه برای تحلیل های بیوکیمیاوی جایگیر بوده، در آن تجهیزات ضروری موجود است. کارهای ساختمانی سال 2018 آغاز گردیده، با جلب متخصصان بلند اختصاص محلی با صفت بلند انجام یافته است. بنای استقامتی برای هیئت شخصی و افسران ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت، تحفه ارزشمند حکومت جمهوری در روزهای تجلیل از جشن 29 سالگی استقلال دولتی می باشد. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با چندی از اویله های کارمندان کلید خانه های استقامتی را سپاریده، آنها را برای صاحب منزل استقامتی شدنشان تهنیت گفتند. حکومت جمهوری تاجیکستان در زمان صاحب استقلالی برای تامین شرایط ارزنده کار و خدمت و زیست و زندگانی کارمندان ساختارهای قدرتی توجه خاصه ظاهر نموده، برای مکمل نمودن واحدهای ساختاری و نظامی آن با تکنیک و تجهیزات پیوسته چاره های ضروری را عملی می نماید تا امنیت و آسایشتگی ساکنان تامین کرده شود. خلو مکن شد؟ سپی چند میخونه؟ هفتم. همه حجره ها با جهاز ضروری روزگار از قبیل جیوان، رخت خواب، یخدان، تلویزور و دیگر شرایط زیست مهیا است. همچنین بنا با شبکه متمرکز گرمی‌دهی پیوست می‌باشد. کارمندان ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت که صاحب منزل‌های استقامتی شدند، برای دستگیری‌های پیوسته و مهیا نمودن شرایط ارزنده زیست با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان اظهار سپاس نمودند. پیشوای معظم ملت، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با کارمندان حفظ حقوق توجه خاصه ظاهر نموده، با آنها خانه های استقامتی تقدیم می نمایند. در دایره این سفر کاریشان محترم جناب عالی با ولایت سوخت با من هم خانه استقامتی تقدیم نمودند. من از نام کارمندان مقامات امنیت برای قدردانی تقدیم نمودن خانه استقامتی و مهیا ساختن شرایط مساعد برای زیست زندگانی و محترم پیشوای معظم ملت از صمیم قلب منتداری به اندازه اظهار می نمایم. ما افتخار از آن داریم که چنین سرور دولتی دوراندیش داریم، در فضای صلح و ثبات زندگی می نماییم. طول 23 سال می شود که شوهر من در این مقامات کار میکنه و ما کلید خونه تقدیم کردن و تمام تجهیزات خونه همه شرایطش مهیا. ما خیلی منتدار هستیم. شکرانه عبودی وطن روز به روز تاجیکستان عبود و گلگون شکفان شده استاده است. ما بین ولایت منتداریم. همچنین در شفت بنای استقامتی میدانچه معاصر ورزشی ساخته شده است که برای برگزار نمودن بازی های فوتبال خرد، والیبال و بسکتبال پیش بینی گردیده است. صحن و اطراف بنای استقامتی سبزکاری شده، با گل و بوته های آرایشی زینت یافته است. در کوچه اسماعیل سامانی شهر خوجند، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با برداشتن پرده از روی لوحه رمزی مرکز بین المللی تجارتی سامان پلازا را مورد استفاده قرار دادند. در کوچه اسماعیل سامانی شهر خوجند، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با برداشتن پرده از روی لوحه رمزی مرکز بین المللی تجارتی سامان پلازا را مورد استفاده قرار دادند. انشاءات خوشتر و زمانوی با سهم صاحبکار وطنی مقیم جان حسین بنیاد کرده شده، در روزهای استقبال از استقلال دولتی مورد بهره برداری قرار گرفت. بنا از نه آشیانه و تخانه عبارت بوده، در آن برای شرکت های وطنی و خارجی شرایط مساعد کاری مهیا کرده شده است. سروری دولت به شرایط فراهم گردیده در مرکز بین المللی تجارتی سامان پلازا بهای بلند داده، استفاده مقصدناک و ثمرابخش امکانات موجوده را حتمی حسابیدند. در آشیانه یکم انشاءات نوبنیاد به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان استراتژی رشد اقتصادیات ولایت سوخت برای سالهای 2020-2030 معرفی کرده شد. ما صاحبکاران از این بسیار خرسندیم هستیم که امروز در شهر خوجند مرکزی بین المللی
صاحب کاران گشوده شد. این یک تکان میتید برای رشد و رونق یافتن صاحب کاری در ولایت و جمهور. این هم هست فضای سرمایه گذاری در منطقه. تشریف جناب عالی برای ما صاحب کاران باعث افتخار است. چخیل که پیشوای معظم ملت در سخنرانیشان در پیامشان هدایت میکنند و میگویند که رشد و رونق صاحب کاری این رشد اقتصادی مملکتی محبوبمون است. از این رو ما صاحب کاران برای نایل گشتن هدفهای جناب عالی درباره بلند برداشتن فضای اینویستیسیونی کشور عزیزمون، ما باید که همراهی با مقامات حفظ حقوق، انداز، گمرک، صاحب کاران همراه برای تطبیق این هدایت های نیک همکاری کنیم یک جایه. برای سرمایه گذاری شریکان ما مبلغ گذاری کردوسیان با تاجیکستانی عزیزمون با رشد رفت صاحب کاران، این از امریکا می باشند، از آلمان می باشند و روسیه می باشند. از دستگیری های جناب عالی مینادور هستیم و در آینده نقشه داریم که باز استحصالی خود را بلند برداریم و هدف های چهارم جناب عالی را در حیات تطبیق کنیم. تأکید گردید که در دوران صاحب استقلالی مملکت با دستگیری های پیوسته رهبریت عالی دولت و حکومت جمهوری سوای اقتصادیات و اجتماعیات ولایت به دستاوردهای بزرگ نایل گردیده، سطح و صفت زندگی مردم به مراتب بلند گردید. سروری دولت تأکید کردند که امروز برای صاحب کاران و سرمایه گذاران در جمهوری تاجیکستان از جانب دولت و حکومت مملکت امکانیت فراهم آورده شده است، مخصوصا جواب خود را برای سکتور رونق رشد اگراری که امروز لایحه پیشنهاد شده سالهای 2020-2025 تا 2030 در بر میگیرد. در یکی از شاخه های آن که ما گرمخانه های موثر را به نقشه موندگی، یعنی که تا 2030 سال 1000 گکتر زمین به گرمخانه های موثر همیزمانه ساخته شده نشده کرد و مبلغی آن 400 میلیون دلار امریکایی در بر میگیرد. وقتی که وای به کار میدارد جای کاری باشد در آن گرمخانه ها تا 10,000 آدم رو در بر میگیرد. شهروندای ما امروز تیار هستند که در بیرون از وطن زندگی میکنند، فعالیت میکنند و امروز صاحب مال و ملک گشتن میتوانند همچون سهمیه و تاجیکستان آمده کارخانه ها یا که فعالیت خود رو تشکیل کنند و پیش برند. در تالار وسیع و برهوا و دارای شرایط خوب آشیانه دویم بنا سروری دولت با نتیجه کاری عالمان و صاحب کاران جوان ساحه تکنولوژی اطلاعاتی شناخت شدند. اطلاع داده شد که کارخانه های ساحه تکنولوژی اطلاعاتی ولایت نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام جهان فعالیت میبرند. اساسا کاری ما همین میباشد که ساختن برنامه‌ساز برنامه‌ها برای محاسبه و برنامه های برای زبان آموزی، برنامه های برای ویب زمینه‌های موبیلی و دیگر خدمات رسانی برنامه سازی می باشد. ما از سال 2014 با یک چند شرکت های برنامه سازی محلی همکاری نموده با بسیار تشکیلات های امریکایی و اروپایی خدمات رسانی های برنامه سازی رسانده استودیم. بعدی تشکیل یافتن کارخانه عمومی پولی آورده شده به تاجیکستان زیاد از 12 میلیون می باشد. 3 میلیون آن انداز و 7.5 میلیون سومانی برای مزدی مهنت و 450,000 سومانی برای آبادانی جمعیت و اویل های نیازمند می باشد. شرکت ما با تهیه تامینات برنامه وی کامپیوتری در سایه کشاورزی مشغول می باشد. یکی از محصولات های رقمی که ما پیشکش نمودیم این برنامه موبیلی حسی می باشد که آن برای استحصال و فروش محصولات کشاورزی و اینچنین گزراندن مشورت های فوسیلوی پیش بینی شده است. در اول ما برنامه های خود روی تاجیکستان پیشکش کرده بودیم. ما دیدیم که از دولت های همسایه، از کشورهای اتحاد دولت های مستقل نیز برنامه های ما استفاده برندگان خود را پیدا نمودند. سال از سال صادرات برنامه های تکنولوژی کامونیکاسیونی متخصصان تاجیک زیاد می‌گردد. پریزیدنت مملکت محترم امام‌علی رحمان سهمی آلمانی تاجیک را در عملی نمودن هدف چهارم ملی صنعتی کنونی با سرعت کشور نظررس حسابیده، آنها را برای در آینده سهمی بیشتر گذاشتن در رشد و ترقیات جمهوری هدایت کردند. آلمانی ما و متخصصان ما به نتایج بسیار بلند نائل شدند.
آنها نه تنها برنامه‌های تعلیمی که در دانشگاه است برای خواندن اقتصاد فاصله‌ای، برای اپتیمیزاسیون کارهای تعلیمی، برای کتابخانه‌های رقمی، کتابخانه الکترونیکی، بلکه برای سایر استعدادهای گوناگون کار می‌کنند. و یکشان کمپانی شهر خوجند به نتیجه نهایت بلند آنها برای صادرات محصولات برنامه‌ای خدمت کلان می‌کنند. و اکسپرتی عمومی محصولات صادراتی در دو سال آخر قریب که 50-60 میلیون سومانی رسید. سیستمی که من معرفی کردم تفتیش املای زبان تاجیکی می باشد. سیستمی تفتیش املا اساس می گیرد به لغتی که از 69,000 اساس ها و عبارت از سوفیکس و پریفیکس ها در عموم تقریبا 2 میلیون کلمه ها رو در بر می گیرد. برای تفتیش متن‌های زبان تاجیکی که در سامانه‌های رسمی و غیر رسمی که با زبان تاجیکی نشر شدند استفاده شدنش ممکن است، امکانیت می‌دهد که تقریباً تا 90-95% متن‌های زبان تاجیکی اصلاح کرده شوند. برنامه آیلا تیوی این تلویزیونی اینتراکتیوی موبیلی است که با واسطه آن استفاده برندگان می‌توانند شبکه‌های دولتی و حتی محلی و جهانی را تماشا نمایند و برای این یگان خل تجهیزات الاوگی لازم نیست، بخیر از تلفن، پلانشت یا اینکه تلویزر های سمارت. بخیر از اون ما امکانات می دهیم که شبکه های دولتی نه تنها به طریق پخش مستقیم بلکه آن برنامه هایی که تا 3 روز پیش از این پخش شده بودند آنها تماشا کرده شوند. بخیر از این در برنامه قسمت فیلم ها هست که بیش از 2000 فیلم ها را جمع آوری کرده ایم و در اینجا هم ما بسیارتر فیلم های تاجیکی را جمع آوری میکنیم که تا اینکه مردم از هنری والای تاجیکان برخوردار باشند. کارهای ساختمانی بینای مرکز بین المللی تجارتی سامان پلازا از جانب کارگران جمعیت دارای مسئولیت محدود سامان ساختمان وکه با صفت بلند به اتمام رسیده است. هنگام بنیاد مرکز تمام اصول های خدمت رسانی معاصر به نظر گرفته شده در آن بهترین شرایط کار و فعالیت مهیا می باشد. بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان یک بنای زمانوی نه آشیانه با تخانه مرکز بین المللی تجارتی با نام سامان پلازا بنیاد کردیم. مبلغ گذاری اساسی این انشاءات مؤسسی جمعیت دارای مسئولیتش محدودی سامان ساختمان و که یعنی حسینف مقیم جان نوریدینویچ می باشد. این بنا از 9 آشیانه عبارت بوده. در هر یک آشیانه آفیس های تجارتی که نوبسته در ولایت سوخت همکاری با دیگر تشکیلات های بین المللی کار میکنند ما شرایط ها مهیا کرده استاده ایم. کارهای ساختمانی بینای سامان پلازا سال 2015 آغاز کرده شده. سال 2020 یعنی با اومدی جشن 30 سالگی استقلالیت ساختمان به اتمام رسیده است. در ساختمان زیاده از 30 نفر کارمندان اشتراک کردند. آینده نیت های زیاد داریم برای آباد کردن وطنمون سهم خودمون رو میگذارانیم. از طرف جناب عالی برای صاحب کاران بسیار هم شرایط ها مهیا گردیده است که ما صاحب کاران برای بنیاد کردن انشاءات های زمانوی برای وطن دوستی، برای آباد کردن وطن عزیزمان جمهوری تاجیکستان سهم خودمون میگذاریم. در این مرکز خدمت رسانی برای قریب 100 نفر امکانیت خوبی کاری فراهم آورده شده است. بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند ساختمان انشاءات تعینات گوناگون ادامه داشته، در عملی نمودن کارهای سازندگی سهم صاحب کاران و وطن دوست نیز نظررس است. بنیاد انشاءات معاصر گوناگون جبهه به زیبایی شهر خوجند حسن دیگر زمین نماید. مرکز بین المللی تجارتی سامان پلازا نیز با طرح خاص ساخته شده است. امروز در دایره سفری کاری در شهر و نواحی ولایت سوخت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر خوجند بنای ایلاوگی مؤسسه دولتی مرکز بیماری های دل و جراحی دل و رگ ها به نام امان الله عارفوف را افتتاح نمودند. مساحت عمومی این مؤسسه ساحه تندرستی 3.5 گکتار را تشکیل داده، حدود آن آباد و زیبا گردانده شده است. گزارش خبرنگاران ما.
در روز پنجمی سفر کاری در شهر نویای ولایت سغد اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر خوجند بینوی ایلاوگی مؤسسه دولتی مرکزی بیماری های دل و جراحی دل و رگها به نام امان الله آریپوف را افتتاح نمودند. اینشاط نوی سوهای تندرستی از تخانه و چار آشیانه عبارت بوده دارای 200 کتی خواب می باشد. از نوی شناسای به پیشوای ملت اطلاع داده شد که بینوی نوی مرکزی بیماری های دل و جراحی دل و رگها از چار شعبه از جمله شعبه های سکته میوکارد، فشار بلندی شریانی، جراحی رگهای خونگرد، جراحی نقصان مادرزاده و تربود دل عبارت است. در برابر این در مرکز مذکور شعبه های بیماری های مزمن ایشمیوی دل و نامرتبی کاری دل، شعبه قبول با گروه یاری تعجیلی، درمانگاه مشورتی، شعبه تشخیص، تحلیلگاه بیوخیمیوی و حجره های تبوباتی فیزیوتراپیفتی، سوزنگزارانی و مس موجود می باشد. در تخانه این انشاءات خوشتر و زمانوی سوهای تندرستی در منگاه مسلحت دهه حجره های رنگین و انگیوگراف جایگیر کرده شده است. بینا با مبلغ 6 میلیون سومونی با تمامی تجهیزات حضیر زمانی تیبی از جمله دستگاه های رنگینی، نفسدهی سنعی و غیره مجهز می باشد. از نامی تمامی کلی کارمندان سوهای تندرستی ولایت سغد علاوه خصوص مرکز بیماری های دل و جراحی دل و رگهای ولایت سغد مینداری خودم را به اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما همین هدیه بزرگ را در استقبال 30 سالگی دولت عزیزمان تحفه کردند. قبلا ما شعبه جراحی داشتیم که همگی یک عملیات خانه داشتند برای گذراندن عملیات جراحی برای دل. من امروز ما در این بینا 4 حجره عملیات خانه تشکیل کردیم که تالارهای کلانی و سه برهوا و با همه تجهیزات ها تامین شده ما میتونیم امروز یک بار یک دو سه جراحی را به عمل آوریم. قبلا ما دستگاه نفسی سنعی که حاضر دسترس کرده شد ما این خیلی تجهیزات ها را نداشتیم که برای گذراندن بعضی عملیات های جراحی به کودکان مانعی میکرد. من امروز ما آماده هستیم که کودک های نوزاد را با این دستگاه ها جراحی نماییم. اینچنین یک چند نانگوی تجهیزات ها به مانند دیفیبریلاتور ها، رنگینی رقمی، دستگاه اولتراصدای دل با استاندارد های بین المللی راست میواد. در اوشونه یکمی بینا گوشه گیاه درمانی تشکیل کرده شده است که استفاده ثمره بخش از 60 نانگوی گل و گیاه های شفا بخش تاجیکستانی بهشتاسا برتری دیگری این مؤسسه تندرستی در تبابت بیماران می باشد. در مرکزی ما گوشه گیاه درمانی تشکیل کرده شد. در اینجا 60 نمود گیاه ها و 18 نمود گیاه چای ما می باشد و روغن های فایدناک برای سلامتی بیماران از گیاه چایی که قلبی، پیشابران، تلخران استفاده می برند که قلبی برای بیمارهایی که اتروسکلروز دارند، برای بیماری هایی که ایشمی دل دارند و بیماری فشار بلندی دارند ما از این گیاه چای ما استفاده میبریم. اطلاع داده شد که در مؤسسه دولتی مرکزی بیماری های دل و جراحی دل و رگهای ولایتی سغد 40 نامگوی جراحی انجام داده می شود. عین زمان در این مرکز بیش از 300 نفر کارمندان درجه عالی و میانه کار و فعالیت دارند. در بیمارخانه ما زیاد از 40 نمودهای جراحی های دل را میکنیم. سالهای گذشته چند نمود جراحی ها در اینجا کرده نمی شد. حاضر باشد همه این جراحی نمودها را کرده استاده هم. جراحی ها که ما کرده استاده هم از جراحی هایی که در دیگه دولت ها میکنند یکان خیلی فرقیت ندارن. در سطح اولی در سطح دیگه دولت کرده استاده هم زیرا تمام شرایط ها را به ما فراهم کردن و یکان مشکلی نداره. سروری دولت به صفت کارهای انجام یافته و شرایط فراهم گردیده در این مؤسسه نوی طبی بهای بلند دادن. حکومت مملکت تا سالهای صاحب استقلالی به سوهای تندرستی توجه خاص ظاهر نموده برای رشد و پیشرفت آن تمامی امکانات را روانه نموده است. در چنین روزهای فرح بخش جشن استقلالیت تاجیکستان عزیزمان برای ما اهل کارمندان طبی مرکزی بیماری های دل و جراحی دل و رگ های ولایت سغد بسیار خرسند آور می باشد که با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری امان امام علی رحمان چنین بنای با حشمت تبابتی شده است.
این بنا بسیار هم با تجهیزات های معاصری حاضر زمان جهازانیده شده برای ما اهل طبیبان امکانیت می دهد که ما همه تشخیص، نظارت و تبابت را در سطح عمومی جهانی گذرانیم. خصوصا شعبه ما که شعبه احیا می باشد و این شعبه بیماران وزنین در حالت های تعجیلی آورده می شوند و آنها احتیاج رسانیدن یاری های فوری طبی می باشند. همه تجهیزات ها موجود است که ما همه وقت در حالت های وزنین عملیات های احیاگری و یا دیگر خیلی تبابت های تعجیلی را گذرانیده می توانیم. علاوه به بنیاد بینای نو در مؤسسه دولتی مرکز بیماری های دل و جراحی دل و رگ های ولایت سه بینای دیگر موجود است که آنها نیز پر را تجدید و نوسازی گردیدن. قابل قید است که ساختمان بینای نو این مرکز در اساس دستور و هدایت های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره استقبال سزاوار از 30 سالگی استقلالیت دولت از ماه آگوست سال 2018 آغاز گردیده بود. فرمایشگر انشاءات اداره ساختمان اساسی ولایت سوغ بوده، کارهای ساختمانی را کارگران و متخصصان جمعیت دارای مسئولیت محدود یوراسترای سرویس با صفت بلند و جوابگو به طلبات زمان معاصر انجام دادند. جمعیت دارای مسئولیت محدود یوراسترای سرویس در 23 ماه بنای علاوگی برای 200 کتی بیمار در حدود بیمارخانه کسلی های دل رگ های ولایت سوغ با طرز معیارهای بین‌المللی ساخته و استفاده دادیم. بنا مساحت 1600 متر کوادرات تخخانه و 4 آشیانه عبارت می باشد. همه مساله ساختمانی محلی بوده با استانداردهای ساختمانی جوابگو می باشد. دوام ساختمان زیاد از 100 جای کاری ساختمانچیان و با معاش بیش از 3000 سومانی تامین شده بود. بنیاد و مورد بهره برداری قرار دادن چنین انشاءات معاصر در مدت کوتاه گواهی تطبیق عملی سیاست پیش گرفته رهبریت عالی دولت و حکومت مملکت نسبت به سوهای اجتماعی بوده در سطح بلند براه ماندن خدمت رسانی های طبی به اهالی می باشد. دو سال است که در شعبه نمرتبی کاری دل مرکزی بیماری دل و جراحی دل و رگ های ولایت سوغد کار و فعالیت می نمایم. با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی بینایی با حشمت زمانوی ساخته به کار داده شده است. ما جوانان را وادار می سازد که برای بلند برداشتن سطح و سویه دانش خیش کوشش نماییم و بحر صحتی و شفایابی مریضان سهم خود را رسانیم. مساحت عمومی این مؤسسه سوهای تندرستی 3.5 گکتر را تشکیل داده، حدود آن آباد و زیبا گردانیده شده است. اطراف بنا با بیش از 400 نهال درختان آرایشی و سایه افکن و 58000 بیخ گلهای آرایشی و موسمی زینت یافته است. راهروهای سفالک پوش، فواره‌های رنگ بنیاد، 10 ایوان و نشست کرسی‌ها ساخته و نصب گردیده است. موارد به تاکید است که سوهای تندرستی از سمت اساسی سیاست اجتماعی رهبریت عالی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان بوده، با تلاش‌های پیگیرانه به دستاوردهای نظر است نویل می‌گردد. اینک با بنیاد و با استفاده قرار گرفتن بنای نو مرکز بیماری‌های دل و جراحی دل و رگ‌ها، عملیات مرکب جراحی که قبلا اکثر ساکنان برای انجام دادن آن به خارج کشور سفر می‌کردند، در داخل جمهوری با استفاده از شرایط ضروری و مؤثرترین دستگاه و تجهیزات ساحوی و با خرج کمی مبلغ براه مانده شد. در همین مرکز تمامی شرایط های بین المللی را تشکیل کرده استادیم که مردمی کشور و خارجی کشور نروند برای جراحی. اینچنین ما در شعبه جراحی در عملیات خانه یک تالاری آنلاین کنفرانس تشکیل کرده استادیم که هنگام جراحی نمودن جراحان در عملیات خانه طبیبان در حجره همون آنلاین کنفرانس نشسته همه رفت عملیات رو نظارت کنند و هم برای آموختن جوانان و برای دیگر طبیبان همین بسیار یک چیزی نقش شد. اینچنین با این تلی تیپ ما می توانیم با مرکز کشور با شهر دوشنبه علاقه برآمده آنها رو هم در رفت جراحی همو یکان مسلحت یا یکان چی ضرور شود از اونجا پرسیدم به.
در واقع با شرافت سیاست بابراری حکومت جمهوری تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی وضع انشاءات ساحه اجتماعی بهتر گردیده برای سالمی جامعه زمینه های مساعد فراهم آورده شده است. امروز اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ناحیه باباجان غفوروف ولایت سوخت تشریف آورده در دهات یاوه از خانموزه نازیمجان عثمانوف دیدن کردند. خانموزه سال 2014 با اقدام شخصی روشنفکر نازیمجان عثمانوف تشکیل کرده شده در آن زیاده از 1500 نمونه نگاره و یادگاری های تاریخی جمع‌آوری کرده شده است. طبق اطلاع نگاره‌های تاریخی اسباب و انجام قدیمه روزگارداری از عصرهای 17-18 باقی ماندند. اسباب‌های در خانه موزه گرد آورده شده دوره زندگانی و عرف و عادت همان وقته ملت تمدن آفر تاجیک را انعکاس می‌کند. در خانه موزه کوزه‌های سفالی میسی، اسباب‌های موسیقی، اسباب‌های کشاورزی، نمونه هنرهای قدیمه تاجیکان از قبیل کندکاری، خمدان‌های سفالی، آهنگری و غیره نگهداری کرده می‌شود. با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که نازیمجان عثمانوف برای تشکیل کردن خانه موزه از سال 2000 سر کرده تا امروز از تمام گوشه و کنار مملکت نمونه زیادی آثار تاریخی را جمع‌آوری نموده در خانه استقامتی خود این مکان اهمیت تاریخی داشته را تأسیس داده است. اویله عثمانوفا در ناحیه نمونوی بوده مدنیت بلند روزگارداری دارند. با نظرداشت آمادگی به دوره تیرماه زمستان در این اویله مواد خوراکه از جمله محصولات کشاورزی گندم، لوبیاگی، کارتوشکا و غیره به طور کافی ذخیره کرده شده است. محصولات کشاورزی از قبیل دانگی در ظرف های مخصوص جای کرده شده است که آن را می توان دو تا سال به تلف نگاه داشت. سالی روان با همراهی فرزندان از حاصل درختان میوه‌دهنده حولی، مربا، افشوره شفتالو، زردالو و از بادرینگ و پامیدار کنسر و آماده کرده برای خاندان ذخیره کردند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان از نمایش محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی که در درمانگاه خانموزه در سطح بلند تشکیل کرده شده است دیدن کرده به هنر والای زنان و دختران ناحیه باباجان غفوروف بهای بلند دادند. در نمایشگاه مهارت کدبانوگی زنان از قبیل نانپزی آماده نمودن خوراکهای ملی به طور شایسته معرفی کرده شد. هنرمندان تأکید می‌دارند که از حساب محصول دستان خیش درآمد خوب اقتصادی به دست آورده زندگیشان را پیش می‌برند. حالا در ناحیه باباجان غفوروف 3000 نفر زنان و دختران به هنرمندی مشغول بوده، تنها در سال 2020 قریب 400 نفر به کورس‌های آموزشی جلب گردیدند. محصولات کشاورزی از قبیل کارتوشکا، پیاز، خالزی‌ها و دیگر زراعت که به نمایش گذاشته شد از حاصل فراوان امسال در ناحیه درک می‌دهد. سال روان کشاورزان در نتیجه عاقلانه و ثمرناک استفاده بردن هر قید از زمین کارم، مخصوصا زمین‌های پرزیدنتی و نزدی حولیگی، حاصل فراوان محصولات کشاورزی به دست آورده، نخست طلبات آیله خیش را قانع گردانیده، اینچنین در تأمین بازار استعمالی سهم می‌گذارند. اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در خواجگی دهقان نوی ناحیه جبار رسولوف از باغ انار و نشونمای زراعت کشاورزی در کشت تکراری دیدن نموده، همچنین در نمایش دستاوردهای ساکنان خاصه کشاورزان مهنت دوست اشتراک کردند. اطلاع داده شد که خواجگی دهخان نو دارای 8 از 122 گکتر زمین بوده، سهمداران با کشت و پرورش زراعت و باغداری مشغول می باشند. باغ انار در این خواجگی 1.3 گکتر را تشکیل می دهد که 1 گکتر آن حاصل دهنده می باشد. انارباغ حاصل دهنده نوع ممتاز در زمین خواجگی سال 2009 تشکیل گردیده است و از آن خواجگی داران همه ساله بیش از 10 تن حاصل به دست می آورند.
انوری جمع‌آوری شده اساساً از سر زمین به فروش گذاشته می‌شود. راهبری خواجگی اظهار می‌دارد که در موسم جمع‌آوری حاصل صاحبکاران به سر زمین آمده انار را با نرخ دلخواه خریداری و به بازارهای مملکت انتقال می‌دهند. دیگر ساکنان ناحیه اینچنین مهمانان نیز از اینجا انار خوش‌صفت و لذیذ را خریداری می‌کنند. جمع‌آوری حاصل انارباغ دهه دوم ماه اکتبر آغاز گردیده تا آخر ماه نویبر ادامه می‌یابد. حاصل در باغ مذکور امسال نیز فراوان بوده، طبق تحلیل متخصصان ساحه از آن باید بیش از 10 تن انار جمع‌آوری کرده شود. میدان عمومی باغ در خواجگی دهخانی دهخان نو 4.02 گکتر را تشکیل می‌دهد. ضمن بازدید از نشونمای زراعت کشاورزی به پرزیدنت مملکت اطلاع داده شد که سال روان در خواجگی مذکور کشتی تکراری سبزی 0.35 گکتر، بادرنگ 0.30 گکتر، ماش 0.15 گکتر، کرم 0.10 گکتر و سیرپیاز 0.10 گکتر را تشکیل می‌دهد. از روی نشونما حاصلناکی همه نمود زراعت فراوان خواهد شد. امسال در کشتی اساسی کشاورزان خواجگی دهخانی در مساحت 0.70 گکتر پیاز، 0.10 گکتر کارتوشکا و 0.50 گکتر پخته کش نموده از زراعت کارتوشکا و پیاز حاصل دلخواه به دست آوردند. حاصل پخته نیز در این خواجگی خوب بوده، انتظار می رود به حساب میانه 40 سنتینری را تشکیل دهد. پیشوای ملت محترم مومالی رحمان از نمایشگاه دستاوردهای کشاورزان ناحیه جبار رسولوف بازدید به عمل آوردند. در نمایشگاه خواجگی های دهخانی و شماره زیادی ساکنان با کشت و پرورش زراعت کشاورزی و باغ و تاک پروری مشغول بوده اشتراک نموده، در رسته ها مسئول زحمت خویش را که به محنت حلال دوام سال جمع‌آوری نمودند به معرض گذاشتند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به هنر و مهارت کدبانوها و آشپزهای ناحیه بهای بلند داده، آنها را به آموزانیدن نازکی های این کسب آموده نمودن خوراک های ملی به جوانان هدایت کردند. در همین جا زادهای چاروای کلان شاخدار، میده شاخدار، اسب و پرنده در خواجگی دهخانی نو پرورش یابنده نمایش داده شد. پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان با مهنت پیوسته و استفاده ثمرانوک و عاقلانه هر وجب زمین از جانب کشاورزان ناحیه جبار رسولوف بهای بلند داده، آنها را با باز هم وسعت بخشیدن کارهای صحرایی، استحصال محصولات خوش‌صفت کشاورزی و سهم پیوسته گذاشتن در تامین امنیت آذوقه‌واری که هدف استراتژی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود هدایت نمودند. سپس سروری دولت از میدان پختزاری خواجگی های دهخانی میرجلال و فیض نور دیدن نمودند. طبق اطلاع خواجگی دهخانی میرجلال دارای 1.80 گکتر زمین کارمی آبی بوده، سهامدارانش اساساً به پختکاری مشغول می باشند. امسال کشاورزان خواجگی مذکور در مساحت 1.50 گکتر کشتی پخته نوع مطابق به اقلیم ناحیه گذرانیده، در باقی مانده زمین قلمفروی بلغاری کشت نمودند. در همین جا پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به زنان و دخترانی که به پختچینی مشغول بودند تحفه تقدیم کردند. اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در شهرک مهرآباد ناحیه با گذاشتن سنگ اساس به کارهای ساختمانی در کارخانه استحصال شیشه و ظرفهای شیشگی جمعیت سهامی کشاده سود کوارس آغاز بخشیده با تکنولوژی کارخانه شناس شدند. از روی لایحه کارخانه از دو خط استحصالی عبارت بوده، در مرحله اول خط استحصالی ظرفهای شیشگی به کار انداخته می شود که اقتدار آن در یک شبانه روز 100 تن را در بر می گیرد. در این خط استحصالی 80 نامگوی محصولات شیشگی از جمله ظرفهای حجمشان از 250 گرم تا 3 لیتر استحصال می گردد. مهلت به کار انداختن خط استحصالی مورد نظر یک سال بوده، آن به استقبال جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار می گیرد.
Ба президенти мамлакат муҳтарами Мали Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки дар марҳилаи аввал 150 ва баъд ба кор андохтани хати дуюми истеҳсолии корхона боз 250 нафар, дар маҷмӯъ 400 нафар бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин мегардад. Иқтидори истеҳсолии корхонаи шишаи сохтмонӣ бошад, дар як шабонарӯз 15000 метри мураббаъ ё 150 тоннаро ташкил медиҳад. Ғавси шишаи истеҳсолшаванда дар ин хати истеҳсолӣ аз 2 то 10 мм ва паҳнои он 2,125 метр мебошад. Шишаи сохтмонӣ, ки дар корхонаи бунёдшаванда тавлид мешавад, сайқал ёфта буда, истеҳсоли он ҳанӯз дар мамлакат ба роҳ монда нашудааст. Барои истеҳсоли маҳсулот асосан реги кварси, оҳаксанг ва даламид истифода мегардад, ки пурра аз конҳои дохилии мамлакат дастрас карда мешавад. Реги кварси аз кони Қорғунча интиқол дода мешавад. Захираи арзёби шудаи ашёи хом дар кони мазкур зиёда аз 40 миллион тоннаро ташкил медиҳад. Пешвои миллат муҳтарами Мумали Раҳмон иқдоми пешгирифтаи соҳибкорони ватаниро шоистаи таҳсин ҳисобида, таъкид доштанд, ки бо бунёд гардидани чунин корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ аз ин ҷониб ҳаҷми истеҳсолот инчунин иқтисодиёти мамлакат боло бурда шавад, аз тарафи дигар дар таъмини сокинон бо ҷои кори доимӣ ва фароҳам гардидани зиндагии шоиста ба онҳо мусоидат менамояд. Тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. Ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. Саломат бошед.